مجددا سلام عرض میکنم. ما یه سری از سوالای یه سری از موارد مربوط به جلسه قبلیمون که مثال هایی بود که برمیگشت به نحوه بازی با اعداد و ارقام در بریتانیا، این وقت نشد بهش بپردازیم به این خاطر که دیگه قسمت های قبلی مثال ها طول کشید. در نتیجه ما بحث امروز رو، یعنی بحث این جلسه رو که در مورد میزان ناآگاهی عمومی در مورد اعداد و منطق ریاضی هست، اینو سریع پیگیری میکنیم. امیدواریم که آخرش وقتی باقی بمونه که بتونیم به اون مثالهای باقی مونده جلسه قبل هم بپردازیم، ولی در نهایت مطمئن نیستیم که بتونیم با اون سرعت مطلوب پیش بریم. به هر حال تلاش خودمون رو میکنیم. ببینید، روزنامه‌نگاران به هر حال در فضایی باید اطلاع رسانی کنن که در اون فضا میزان اطلاع از منطق ریاضی و خیلی از قواعد منطقی به طرز باور نکردنی میتونه پایین باشه. من فقط در مورد مخاطبان صحبت نمی کنم، حتی بعضن بعضی از جاهایی که آمار میگیرن از مخاطبان سوال میکنن، تحقیقاتی رو انجام میدن، اشتباهات خیلی فاحشی انجام میدن که ممکنه بعضی وقتا تا طنزآلود به نظر بیاد. طبیعتا این اطلاعات وقتی که منتشر میشن و روزنامه‌نگارا از اونها مطلع میشن، باید همیشه این شک رو داشته باشن که چقدر این چیزهایی که به عنوان نتیجه تحقیق آمارگیری امثال اونها منتشر شده ممکنه که با عقل سلیم جور در بیاد. حتی معنیش نیست هر چیزی که با عقل من جور در نمیاد من بگم که این منطقی نیست و هر چیزی که جور در بیاد بگم منطقی است. ولی به هر حال ما روی کرده شکاکانه رو همیشه باید داشته باشیم. خیلی وقتا حتی پرسش و پاسخهای آماری درست جمع آوری میشن، ولی تفسیر اونها به طرز عجیب و غریبی از طرف حتی کسانی که این پرسش و پاسخها رو انجام دادن و حتی محققان نادرست هست. حالا ما به مخاطبان هم بعدا میپردازیم، ولی حالا این رو که داریم الان صحبت میکنیم به حالی سطح بالاتریه دیگه، یعنی کسانی که به اسم پژوهش کارهایی رو انجام میدن و نتایجی رو منتشر میکنن. در کتاب مرجعی که دفعه پیش در واقع معرفی شد، یعنی همون کتاب The Tiger That Isn't، یه سری نمونه های عجیب و غریب ذکر شده که اینها پژوهشایی که انجام شده نتایجش هم منتشر شده و خیلی هم طبیعتا تو دنیا به این نتایج استناد میکنن، ولی به طرز عجیبی نشون دهنده نادیده گرفتن بعضی از اصول بدیهی منطقی هست. مثلا یکی از این نمونه هایی که در کتاب ذکر شده یک آمارگیری یا یک نظرسنجی عجیب و غریبیه که در آمریکا انجام شده و حکایت از این داره که به باور اون کسایی که پژوهش رو انجام دادن، اون کسایی که پژوهش رو انجام دادن باورشون این بوده در نتیجه پرسش و پاسخی که با طیفی از شهروندان انجام دادن که در ایالات متحده آمریکا کسانی که طرفدار حزب دموکرات هستن نسبت به کسانی که طرفدار حزب جمهوری خواه هستن از زندگی زناشویشون رضایت کمتری دارن. حالا اینکه چه نتیجه از این نظرسنجی یا اینکه آمارگیری بخواد استخراج بشه من نمیدونم، ولی نفس این که یک همچین پرسش و پاسخ، یک همچین آمارگیری نظرسنجی در ایالات متحده انجام شده و منتشر هم شده نتیجش، درست هم بوده، یعنی واقعا از افراد پرسیدن، تعدادشون هم کافی بوده و یه همچین جوابی هم به دست اومده. خب این نظرسنجی وقتی که منتشر میشه البته خب خیلی بهش استناد میکنن تا اینکه بالاخره کسانی یه ذره نکته سنجتر چونه چرا میکنن در مورد منطق انجامش و نکته یا متذکر میشن که ظاهرا کسایی که این آمارگیری رو انجام داده بودن یا این نظرسنجی رو انجام داده بودن بهش توجه نکرده بودن. و آن این بود که اصولا در بین رأی دهندگان به حزب دموکرات در آمریکا درصد زنها بالاتر، همیشه زنها با درصد بسیار بالاتری رأی میدن به حزب دموکرات تا مردها، و از قضا زنها هم معمولاً، و این تقریبا یک موضوع اثبات شده هست در مجموعه از پژوهش‌هایی که انجام شده، که معمولا بیشتر در معرض
یعنی به نسبت مردها درصد کسانی که تو اونها از زندگی زناشوییشون نارضایتی دارن و از روابط زناشوییشون نارضایتی دارن بیشتر هست. در نتیجه این پرسش و پاسخ نتیجه‌ای که ازش در میومده این نبوده که دموکرات ها یا طرفداران حزب دموکرات از روابط زناشوییشون رضایت کمتری دارن، نه، زنها معمولا رضایت کمتری دارن نسبت به مردها و این چیزی بوده که در این نظرسنجی هم منعکس بوده، ولی اون کسانی که این رو انجام دادن با یک تفسیر بلاوجه سیاسی اون رو تعمیمش داده بودن به طرفداران دو حزب سیاسی. یه پرسش و پاسخ دیگری، یک آمارگیری، یک پژوهش دیگری که انجام داده شده در سالهای گذشته و خب شاید بعضی از ماها هم ازش راجبه شنیده باشیم، این هستش که بچه های اول خانواده ها معمولا باهوشترن. یعنی چی؟ یعنی نمرات درسیشون بچه های اول معمولا بهتره نسبت به بچه های دوم، سوم، چهارم. و خب کسانی از این نتیجه گرفتن که به هر حال وقتی که در خانواده بچه های مختلفی میان، بچه های اول، دوم، سوم، اون بچه اولیه احتمال اینکه هوش بیشتری داشته باشه بیشتره و نتایج تحصیلیش بهتر باشه بالاتره تا بچه های بعدی. کسانی اومدن تحلیلش هم کردن این داستانو که گفتن خب احتمالاً به این علت که بچه های اول خانواده بیشتر وقت واسهشون میذاره، بچه های بعدی کمتر واسهشون وقت میذاره، در نتیجه بچه های اول باهوشتر میشن، نمرهاشون بهتر میشه. این پژوهش منتشر میشه و خب به هر حال خیلی هم به نتیجه این پژوهش شاید اعتقاد داشته باشن، تا اینکه کسانی اون رو زیر سوال قرار میدن و در معرض کنجکاوی بیشتر قرار میدن و مشخص میشه که در واقع اتفاقی که افتاده اینه که در این پژوهش به دست اومده که اون کسایی که بچه اول هستن نسبت به کسانی که بچه دوم یا سوم یا چهارم هستن معمولاً نتایج تحصیلشون بهتره. ولی معنیش این نیست که کسانی که بچه اولی یک خانواده واحد هستن نسبت به بچه های دوم یا سوم همون خانواده واحد نتیجهشون بهتره، بلکه خیلی از این بچه های اول در خانواده هایی که اصلا یه بچه دارن، یعنی به عبارت دیگه بچه های خانواده هایی که یه بچه دارن که همون یک نفری هستش که تصور شده که شاید تصور توسط خیلی ها که در مقایسه با بچه های بعدی خانواده باهوش دارن، نه، خانواده هایی که یه بچه دارن احتمال اینکه بچه هاشون نمره بیشتری و بهتری بگیره بیشتره. چرا؟ به این خاطر که معمولا خانواده های تک فرزندی نسبت به خانواده هایی که تعداد بچه هاشون زیادتره اینها در طبقه اجتماعی و اقتصادی خاص‌تری هستن. معمولا مادر کار میکنه، بیشتر از این بچه نمیتونه داشته باشه. معمولا به هر حال وقتی که تعداد بچه های خانواده بیشتر میشه، در صحبت درصد خانواده های طبقه پایینی که بچه های بیشتر دارن بیشتره تا خانواده های طبقه بالا، در نتیجه اون تک فرزند ها معمولا خانواده هایی هستن که به طبقه اجتماعی و اقتصادی خاصی تعلق دارن و این طبقه چون به هر حال به نسبت خانواده های پرفرزند طبقه مرفه تری هست و طبقه ای هستش که از امکانات بیشتری برخورداره، امکانی که بچه‌اش نمره خوب بگیره بالاتره. معنی این پژوهش این نیستش که اگر یه خانواده 3 تا بچه داشته باشه احتمال اینکه بچه اولیه نمره‌اش بهتر باشه بیشتره، نه، در این پژوهش اون تک فرزندها بودن که در واقع باعث شده بودن که بچه اولی‌ها نسبت به بچه دوم سومی‌ها نتایج بهتری بگیرن و به همین نسبت اون کسانی که مثلا بچه دوم بودن نسبت به بچه‌های سوم و چهارم خانواده‌های پرجمعیت‌تر نتایج بهتری بگیرن. این هم باز یک نمونه هستش که خب نظرسنجی درست انجام شده، آمارگیری درست انجام شده، ولی تحلیلش به شیوه های عجیب و غریبی صورت گرفته و بخش های زیادی از شهروندان و مخاطبان رو هم طبیعتا متقاعد کرده به یک مسئله و یک نتیجه گیری غلط. شاید خنده‌دارتر از همه اینا یک پژوهشی که در سطح کشور اسکاندیناوی صورت گرفته و نشون میده که میزان وقوع سکته های قلبی در خانه های محل سکونت خانواده های بزرگتر بیشتره، یعنی خونه های بزرگتری که توش افراد بیشتری هستن، بیشتری زندگی میکنن، در اینجاها امکان وقوع سکته قلبی بالاتره. باز هم چیزی که توسط یک آمارگیری اثبات شده ولی
مدتی بعد از اینکه منتشر میشه باز کسانی میان با منطق ریاضی این رو زیر سوال میبرن، بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که هیچ ربطی بین بزرگی خانواده و متراژ خونه و میزان سکته قلبی وجود نداره. ولی اتفاقی که افتاده در این پژوهش این بوده که خب معمولاً یک زوج جوان که در یک آپارتمان نقلی زندگی میکنن احتمال کمتری وجود داره که سکته قلبی بکنن تا یک خانه بزرگی که در اون احتمالاً پدر و مادر مسنتری هستن و بچه های بیشتری دارن، یا احتمالاً ممکنه که حتی یک پدر بزرگ یا مادر بزرگی هم در اون خانه زندگی بکنه به همراه بقیه اعضای خانواده. در نتیجه در خانه های بزرگتر و خانواده های بزرگتر احتمال اینکه سن پدر و مادر بیشتر باشه بیشتره تا خانه های کوچولو که معمولاً توش زوجهای جوانتر زندگی میکنن و اول ازدواجشون در اون خانه زندگی میکنن. خیلی وقتا یک فرد واحد یا یک زوج واحد اول ازدواجشون خانه کوچکتر دارن، ولی خب بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بعد از 40 سال امکان اینکه تعداد اعضای خانوادهشون زیادتر شده باشه یا نه اساسا پولدارتر شده باشن، خونهشون بزرگتر شده باشه بیشتره. در نتیجه هیچ ربطی بین متراژ خونه و سکته قلبی وجود نداره، بلکه اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که خب سن بالا میره، امکان وقوع سکته قلبی هم در بین افراد مسن‌تر بیشتره. اینها نمونه هایی که نشون میده چرا ما باید در مورد خیلی از به هر حال چیزهایی که تحت عنوان پژوهش نظرسنجی اینها میبینیم کماکان این جا رو بذاریم که ذهن شکاکانه و نقادانه داشته باشیم. و اگر واقعا این جاهایش میبینیم با عقل جودر نمیاد، معنیش نیست که چیزی که باز من تاکید میکنم با عقل من جودر نمیاد درست نیست، ولی همیشه من باید اگر که روزنامه نگار کنجکاوی هستم جای شک رو بذارم در هر چیزی که میبینم، مخصوصا وقتی که به هر حال به نظرم میاد که با عقل سلیم جور در نمیاد. خیلی چیزا ممکنه با عقل سلیم از تعریف من جور در نیاد درستم باشه، ولی این معنیش نمیشه که من شک نکنم. ممکنه جاهایی مشکل از عقل منه که یه چیزی رو نفهمیدم، این درسته، ولی این معنیش نمیشه که به هر حال ما هر چیزی که حتی تحت عنوان پژوهش میبینیم باور بکنیم. همیشه باید راجع به هر چیزی شک بکنیم. حالا تازه این نمونه هایی که مثال زدیم نمونه هایی که واقعا منافع خاصی توش وجود نداره. یعنی مثلا اینطور نیست که یک دولتی منافعی داره که بگه که ارتباط وجود داره بین مثلا متراژ خانه و سکته قلبی. نه، کسانی پژوهش رو انجام دادن و اشتباه کردن، چه برسه به جاهایی که اطلاع رسانی ها داره توسط مؤسسات، سازمان ها، بنگاه های تجاری یا دولت ها انجام میشه یا گروه های سیاسی که طبیعتا اونها ممکنه که انگیزه های مشخص و منافع مشخص هم داشته باشن. ذهن نقاد رو ما همیشه باید فعال نگه داریم در ارتباط با هر چیزی که میشنویم. اجازه بدید اشاره های کوچیکی هم به مخاطبانمون بکنیم. به هر حال ما هنگام اطلاع رسانی اونجاهایی که به عدد و رقم کارمون مربوط میشه متاسفانه چاره‌ای جز از پذیرش این حقیقت نیست که ما با مخاطبانی مواجه هستیم. فرق نمیکنه چه در ایران کسی داره اطلاع رسانی میکنه، چه در انگلستان، چه در آمریکا، چه در فرانسه. به طور عام مخاطبان روزنامه نگاران کسانی هستند که میزان توجیه نبودنشون به بعضی از مفاهیم منطقی، منطق ریاضی یا حتی اعداد ممکنه باور نکردنی باشه. در نتیجه ما باید در اطلاع رسانیمون همیشه اینو توجه داشته باشیم، مفاهیم عددی رو کامل روشن کنیم، بیش از حدی که شاید به نظر بیاد که لازمه، به این خاطر که خیلی از مخاطبان ما واقعا ممکنه مشکل داشته باشن در فهمیدن اعداد خیلی ساده. واقعا عجیبه، ولی به هر حال آمارگیریه که صورت گرفته در مورد اینکه در بریتانیا مردم چقدر در فهم مفهوم درصد مشکل دارن. یه تحقیق آماری انجام شده، از 1000 نفر به صورت تصادفی سوال شده که بگن که 40% یعنی کدومی که از این سه تا گزینه ها، نه مثلا گزینه های خیلی متعدد، 40% کدومی که از سه تا معنی زیرو میده. 4 تا از 10 تا که خب جواب درسته، 40% 40 تا از 100 تا میشه 4 تا از 10 تا. یکی دیگه 1/4،
یکی دیگه 40مین نفر از هر 40 تا، یعنی از هر every 40% در واقع یکی. به این سوال جوابایی که دادن البته 2/3 درست بوده، ولی 1/3 غلط بوده. یعنی 1/3 حتی در فهم مفهوم 40% رفتن به سراغ گزینه هایی مثل 1/4 یا اینکه 40مین نفر از هر 40 تا. و این نشون میده که بعضی وقتا ما در هنگام اطلاع رسانی، در هنگام بیان مفاهیم ساده، ممکنه با چه سوء تفاهمایی مواجه بشیم از طرف مخاطبایی که خیال میکنیم دقیقاً دارن متوجه میشن ما چی میگیم. حالا مجسم کنید اطلاع رسانی هایی که مثلا اینجاها میره که خب این پدیده، این بیماری یا این بزهکاری که درصدش در جامعه مثلا درصد وقوعش 2% یا 3%، در صورتی که این اتفاق خاص بیفته شانس وقوعش 40% بیشتر میشه. یعنی مثلا ما انتظار داشته باشیم مخاطبمون 40% 2% رو بفهمه، در اینجا دیگه واقعا ممکنه درصد کسی که متوجه منظور روزنامه نگار میشن خیلی پایین بیاد و روزنامه نگار خیال میکنه داره اطلاع رسانی رو انجام میده، در حالی که بخش عظیمی از مخاطبانش اساسا متوجه نشدن اون داره چی میگه. البته همه اینا فرضش اینه که خود روزنامه نگار اول درست متوجه شده باشه، چون ممکنه خیلی وقتا خود روزنامه‌نگارا این اشتباه ها رو مرتکب بشن، در بخش قبلی اشاره کردیم.